شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم و برنامه دوم از سلسله برنامه‌های کنش و اندیشه رو خدمتتون ارائه میدم. در برنامه نخست به معرفی سازمان خودرهاگران پرداختیم و گفتیم که بهتر است با نام این سازمان شروع بکنیم و کلمه خودرهاگران رو توضیح بدیم که اصولا مفهوم خودرهاگری بیانگر چه چیزی هستش و چه معنایی رو میبایستی در پشت این کلمه ما در ذهنمون داشته باشیم. و در اون برنامه توضیح دادم که دو برداشت و دو موضوع هستش که از واژه خودرهاگری میتونه استنباط بشه. واژه نخست برمیگشت یا معنای نخست برمیگشت به رها شدن از قید و بندهایی که ما در ذهن خودمون داریم و به دلیل این قیدها، اسارتهای ذهنی که برای خود ساخته ایم، وارد فرایندی نمیشیم که به ما اجازه بده به عنوان یک انسان تکامل داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، هم در عرصه مادی و هم در عرصه معنوی. به عبارت دیگه توضیح دادیم که در طول زندگی اجتماعی ما از بدو تولد تا یک سنی که ازش میشه به عنوان سن بلوغ در واقع نام برد، یک سری از افکار، ایده ها و داده ها هستش که در ذهن ما کاشته میشه. وقتی میگم کاشته میشه، منظورم این هستش که تا حد زیادی اراده ما در اون نقشی رو بازی نمیکنه و در واقع این جامعه هست، محیط زندگیمون، محیط اجتماعیمون، خانوادهمون، مدرسه و عرض شود محله و افراد و اقوام و آشنایان هستن که اینها رو در ذهن ما میکارن و به صورت ناخودآگاه تا حدی این در ذهن ما میشینه و درونی میشه و رفتارهای ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. اما اونچه که بسیار اهمیت داره این استش که آیا بالاخره در یک سنی ما میرسیم به اونجایی که نسبت به این موضوع آگاه بشیم که یک چیزهایی در درون فکر ما، رفتار ما و شخصیت ما جا افتاده که سبب میشه ما نتونیم آنگونه که باید نسبت به عوامل و متغیرهایی که دارن زندگی ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن و اجازه نمیدن که ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان شکوفا بشیم، رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم، آیا در یک مرحله از زندگی ما نمیبایستی نسبت به این موضوع واقف بشیم، آگاه بشیم و به واسطه این آگاهی شروع بکنیم بر روی این عوامل و پارامترها عمل کردن و اونها رو تغییر دادن برای تبدیل شدن به انسانی که نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به وضعیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در اون به سر میبره واکنش نشون میده و از این طریق تلاش میکنه که راه برون رفتی از بنبستی که جامعه به او تحمیل کرده پیدا بکنه و در واقع شرایط رو به صورت جدی تغییر بده و دگرگون بسازه. در جلسه گذشته اشاره کردم که در روندی که ما از بدو تولد تا یک سنی طی می‌کنیم و از اون به عنوان روند اجتماعی شدن نام می‌برن، این داده‌ها توسط سیستم آموزشی و تربیتی و پرورشی که در محیط زندگی ما وجود داره و حاکم بر جامعه هستش در ذهن ما میره و خودش رو جا میندازه و بعد ساختار ذهنی ما رو طوری تنظیم میکنه که ما مطابق با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه حرکت بکنیم. دقت داشته باشیم هر سیستم آموزشی یا پرورشی، در واقع همونطور که کلمه آموزش و پرورش رو به کار میبرن، تنظیم شده برای اینکه یک سری از ارزش‌ها و هنجارها رو در ذهن کسانی که تازه به این جامعه میان، یعنی کودکان، جا بیندازد، اونها رو تشویق بکنه، کودکان رو تشویق بکنه به اینکه این ارزش‌ها رو باور بکنن، بهش اعتقاد بیارن و بعد آنچه که از همه مهمتر است عمل بکنن بهش و به واسطه عمل کردن به این ارزش‌ها و باور کردن به این اعتقادها هستش که جامعه موفق میشه اون چیزی رو که به عنوان دستگاه ارزشی حاکم کرده بر کلیت خودش،
یعنی همون چیزی که بهش نظم اجتماعی میگن رو حفظ بکنه. به عبارت دیگه وقتی که همه ما اون نوع از رفتاری رو که سیستم حاکم بر جامعه میخوادش از خودمون نشون میدیم، حرکاتی رو که اون میخواد از خودمون به صلاح نشون میدیم و انجام میدیم و عمل میکنیم به اون طریقی که مورد نظر سیستم حاکم هست، خب معلومه که سیستمی که بر جامعه حاکمه، حالا سوای از درست و غلط بودنش، موفق میشه که تداوم پیدا بکنه، ثبات پیدا بکنه و به این طریق ادامه بده. به عبارت دیگه اگر اعضای جامعه وارد این روند یادگیری ارزش‌های حاکم نشن، خب فردا روزی که میرسن به یک سنی که در جامعه میخوان نقشی رو ایفا بکنن به عنوان کارگر و کارمند و شهروند و غیر و ذالک، اگر اون ارزش‌ها رو از قبل در خودشون جان انداخته باشن، اگر اون اعتقادات رو در ذهنشون نسبت بهش باور به وجود نیاورده باشن، خب بدیهیه که بیان تو جامعه مطابق با رفتارهایی میتونن حرکت بکنن که این رفتارها در تضاد با سیستم حاکم بر جامعه قرار میگیره و به این ترتیب دردسرساز میشه. برای همینه که نظامهای مختلف در جوامع مختلف میان پیشبینی میکنن و از طریق سیستم آموزشی یا از طریق کنترل محتوای سیستم پرورشی در بیرون از محیط‌های آموزشی مثل محیط خانه، خانواده، مسجد، کتابخونه، خیابان، این سوی آن سوی، سعی می‌کنن محتوای اون چیزی رو که یک کودک در ذهنش بایستی جا بندازه و به اون عمل بکنه رو هم تعیین بکنن و بگن که اینه اون چیزی که باید در ذهنت به صلاح داشته باشی و بر اساس اون عمل بکنی. به این ترتیب شما ببینید ما چه در مدرسه باشیم، چه در خانه باشیم، چه در کارخانه، سربازخونه، دانشگاه و غیره باشیم، پیوسته این سیستم ارزشی که بر جامعه حاکم هستش داره یه جوری منتقل میشه به درون ذهن ما و از یک سنی که ما اینا رو دیگه تو خودمون جا انداختیم و به عنوان ارزش‌های درست و اعتقادات پایه‌ای معمول که همون چیزی که بهش میگن هنجارها در واقع برای خودمون به حالت بدیهی در آوردیم، شروع می‌کنیم بر اساس اونها هم رفتار کردن، عمل کردن و گفتارمون و رفتارمون و ذهنیتمون رو بر اساس این ارزش‌هایی که در درون فکر ما جا افتاده چیکار می‌کنیم، تنظیم می‌کنیم و با اون پیش می‌ریم و این درست همون چیزی هستش که سیستم حاکم بر جامعه می‌خواد. حالا دقت داشته باشیم، اگر ما به طور مشخص در جامعه ایران داریم در کشوری زندگی میکنیم که درش ظلم هست، ستم هست، زورگویی هست، غارتگری هست، فساد هست، رشوه‌خواری هست، دزدی و غارت و چپاول هستش، فقر تحمیل شده بر میلیون ها نفر هستش، خب پس این یک جامعه ایه که ما اگر بر اساس سیستم ارزشی حاکم بر اون جامعه رفتار بکنیم، این روند و این مسائل، این مشخصات، یعنی ظلم و فساد و فقر و بیچارگی هم ادامه پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگه نظام حاکم بر جامعه ایران اگر بخوایم به طور مشخص صحبت بکنیم در طول 32 سال گذشته طوری تنظیم شده که من و شما ایرانی یک سری از ذهنیات رو برای خودمون به وجود بیاریم، یک سری از اعتقادات رو بهش ایمان بیاریم و ارزش‌هایی رو در درون خودمون جا بندازیم که این اعتقادات، ارزش‌ها، باورها که رفتارهای ما رو تنظیم می‌کنه، ذهنیت و دیدگاه ما رو شکل می‌بخشه، کمک می‌کنه به این که نظم حاکم بر جامعه، یعنی همین نظم ضد انسانی، ضد مردمی، ضد اجتماعی که حاکم بر جامعه ایران هستش و حاصلش این شده که میلیون ها نفر در فقر و تنگ دستی به سر میبرن و یک اقلیت کوچکی اکثریت ثروت رو در اختیار داره و اون اقلیت با استفاده از دستگاه سرکوب خودش میکشه، دستگیر میکنه، اعدام میکنه، زندان میاندازه و غیره، یک چنین سیستمی بتونه ادامه پیدا بکنه. تداوم این، دقت داشته باشیم، تداوم یک چنین وضعیتی و یک چنین جامعه‌ای به خاطر فقط قدرت نیروی حاکم نیستش، به خاطر این استش که
طبقه حاکم با کنترل کردن مدرسه ها، کتابخانه ها، کتاب ها، انتشارات، روزنامه، رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباطی و غیره چیزی رو در ذهن ما جا میاندازه که ما وقتی بزرگ میشیم میرسیم مثل 18، 20، 30، 40 سالگی طوری رفتار میکنیم که اون نظام حاکم میخوادش. یعنی میترسیم، آدم های ترسوی هستیم، آدم های منفعلی هستیم، آدم های هستیم که به جای ایجاد تغییر در شرایط ترجیح میدیم که بریم به سمت این که ببینیم چجوری میتونیم یه جوری گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم، به سرنوشت دیگران کاری نداریم، اگر بتونیم مثلا یه رشوه خواری میکنیم، نمیدونم میریم دو تا سه تا کار میکنیم، از کیفیت زندگیمون میزنیم، بر کمیتش اضافه میکنیم که بتونیم یه جوری ادامه بقا بدیم، اگرم خیلی هنر بکنیم سعی میکنیم یه جوری بیایم خارج از کشور زندگی بکنیم. این برخورد با شرایط، یعنی نرفتن به پای مثلا تلاش برای ایجاد تغییر از جانب میلیون ها و میلیون ها ایرانی، به دلیل همین فرایندی است که هم در برنامه نخست درس کردم، هم امروز دارم بازش میکنم، فرایند اجتماعی شدن. یعنی از بچگی به ما یاد میدن که بترسیم، وحشت داشته باشیم، بی‌اعتنا باشیم نسبت به سرنوشت خودمون یا دیگران، به نوعی رفتار بکنیم که برامون دردسری درست نشه. به قول معروف مثال‌هایی میزنن که آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه، یا اینکه گلیم خودتو از آب بیرون بکش، کلاه خودتو سفت نگهدار، یا چیزهایی از این دست. و اینها رو در سنی به ما یاد میدن و میگن که ما هیچ چیزی در ذهنمون از قبل نداریم. در سن 5، 6، 7، 8 سالگی به ما اینا رو یاد میدن. یعنی زمانی که صفحه ذهنمون تا حد زیادی خالیه و هرچه روش بنوشته بشه همون رو ما میخونیم. بنابراین در این روند پدران ما، پدران پدران ما هم نقش دارن. همونهایی که نسل‌های جوان امروزی رو طوری تربیت کردن که اکثریت اونها به جای پیوستن به یک روند مبارزه‌گری برای ایجاد تغییر در جامعه ایرانی، ترجیح میدن که ترس رو داشته باشن در وجودشون، بیخیالی رو داشته باشن، پناه ببرن به موزیک و به مواد مخدر و سرگرمی‌های دیگه و سکس و غیر و ذالک، که مبادا بخوان بیان در مقابل این واقعیت سیاهی که شرایط کنونی جامعه ایران هستش به معنی واقعی کلمه از خودشون واکنش نشون بدن. و چون نمیخوان این واکنش رو نشون بدن، به دلیل آنچه که در درونشون هست، مجبورن هزار یک توجیه براش بتراشن، هزار یک دلیل براش بیارن. اما به عمق قضیه که بریم، این ورقه دفاعی توجیهات و توضیحاتی که من چرا مبارزه نمی کنم رو بزنیم کنار، در پسش همین فرایندی که داریم توضیح میدیم وجود داره. این فرایند که از بچگی منو ترسو، توسریخور، ستمپذیر، با ظالم کنار بیا بار آوردن. به من یاد دادن که تو مدرسه به معلمی که کتکم میزنه چیزی نگم، به ناظمی که به من چوب میزنه چیزی نگم. به من یاد میدن که کتک خور بار بیام. به من یاد میدن که اگر تو سرم زدن صدام در نیادش. اینو حالا دارم میگم نه به عنوان اینکه شما به عنوان 1، 2، 10 مورد ممکنه این گونه نباشید، عمومیت جامعه رو داریم میگیم، داریم در مورد پدیده های اجتماعی و قانونمندی های حاکم بر این پدیده های اجتماعی صحبت میکنیم. و اینها هموطنان عزیز معنای خاصی که داره این استش که پس زنجیری که جمهوری اسلامی با انداختن اون بر جان ما، ما رو به عنوان برده خودش نگه می‌داره، فقط بر پای ما نیستش، در ذهن ما هم هست. زنجیرهای واقعی در ذهن ماست، بند و اسارت واقعی همونطوری که گفتم در درون ماست. اونجایی هستش که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چه ضرورتی امروز وجود داره برای حرکت کردن، برای اقدام کردن، برای رفتن به سمت ایجاد تغییر و دگرگونی. و چون این رو نمیبینیم در ذهنمون، امکان این که بدونیم چگونه باید از انسانیت خودمون دفاع بکنیم، چگونه از حرمت خودمون دفاع بکنیم، چگونه از کرامت خودمون دفاع بکنیم، چون اینها رو نمیبینیم، چون اینها برای ما تبدیل به ارزش نشده،
کاری که میکنیم این استش که ادامه میدیم، شرایط رو میپذیریم، براش توجیه پیدا میکنیم، خودمونو میزنیم به کوچه علیچه، میریم به سراغ مواد مخدر و مشروبات الکلی و نمیدونم هزار یک چیز دیگه برای اینکه با این واقعیت سیاه برخورد نکنیم، برای اینکه مشکلی نداشته باشیم. میترسیم اما صدامون در نمیاد، تو سری میخوریم اما صدامون در نمیاد، به ما ظلم میشه اما چیزی نمیگیم. چرا؟ برای اینکه از قبل ما رو خلع سلاح کردن. یعنی به جای اینکه نظام آموزشی یا پرورشی در یک جامعه انسانی، در یک جامعه اخلاق مدار، در یک جامعه انسان مدار افراد رو از همون بچگی مجهز بکنه به این اندیشه که تو یک انسانی و به واسطه انسان بودنت و به دلیل هیچ چیزی جز این یک سری از ارزش‌ها، حقوق و حرمتی رو دارا هستی که به هیچ عنوان نباید زیر سوال بره، به جای این به ما چی یاد میدن؟ که آقا این جامعه مثل جنگل میمونه، هر کی میخواد اون یکی رو بچاپه، غارت کنه، بدزده، دروغ بگه، این جوریه. یه جوری سعی کن زرنگ باشی که به اصطلاح بتونی امورات خودتو بگذرونی، به فکر این نباش که بخوای از دیگران دفاع بکنی، شرایطو تغییر بدی و اینا به جایی نمیرسه. خیلی که هنر بتونی بکنی اینه که بتونی خودت به اصطلاح گلیم خودتو از آب بیرون بکشی، برای خودت یه کار زندگی درست بکنی و اینا. خب از بچگی وقتی اینا رو زیر گوش ما میگن، مسلمه که ما حساسیتمون رو نسبت به هزار یک مسئله از دست میدیم، نسبت به اینکه جلوی چشممون یکی رو بیارن به دار بکشن، جانش رو بگیرن، نسبت به اینکه تو روزنامه بخونیم که هر روز دارن یه دی رو اعدام میکنن، نسبت به اینکه یک پاسدار دروغگوی مثل احمدی نژاد بیاد وایسه در جلوی چشم ما با وقاحت کامل دروغ برای ما بگه و بعدش هم همه باید دست بزنن و الله اکبر بگن. حساسیت ما اگر نسبت به این موضوعات از بین میره، یعنی موضوعات غیر عادی اگر برای ما تبدیل میشه به موضوعات عادی، به خاطر این استش که مکانیزم های عادی سازی پدیده غیر عادی در ذهن ما چیده شده، گذاشته شده. پاسدار و بسیجی فقط در سر کوچه ها نیستن، همچنین ما یک پاسدار و بسیجی در ذهن خودمون داریم. آخونده فقط روی منبر نیست، ما یه آخونده هم در درون خودمون داریم. ممکنه که در ظاهر بهش فوش میدیم، ما به اون آخونده فوش میدیم، اما نوع دیدگاه ما نسبت به پدیده ها همون دیدگاه آخونده است که آقا بالاخره خدا خودش کاری میکنه، انشالله که تغییر بکنه این شرایط، امیدواریم که اینجوری بشه. همون حق بازی و درویی و تقیه و کلک زدن ها و سفسطگری ها و مغلط بازی های آخونده در رفتار ما هم هستش، به عنوان دانشجو، به عنوان لیسانسه و فوق لیسانسه و استاد دانشگاه و نمیدونم چی و اینا. منتها چیزی که هست اینه که ابزارهایی که به ما اجازه بده این رو تشخیص بدیم در وجود خودمون، اون رو به ما ندادن. یعنی چی؟ یعنی ما در این حال که داریم دروغ میگیم نمیدونیم که داریم دروغ میگیم، حداقل احساس این رو نداریم که داریم دروغ میگیم، احساس میکنیم عادیه، ته ذهنمون میدونیم که حرف راست رو نمیزنیم ما، اما به قدری دروغگویی برامون جا افتاده که قبحش رو از دست داده، قباحت نداره، بد نیست اونجوری. اینقدر میگیم 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 تا در نهایت متوجه نیستیم که کی داریم راست میگیم، کی داریم دروغ میگیم. اینقدر ظلمی رو که به خودمون شده پذیرفتیم که وقتی خودمون هم داریم ظلم میکنیم متوجه نیستیم. میریم سر کار، کارفرما به ما ظلم میکنه، میایم خونه به بچه‌مون ظلم میکنیم، به همسرمون ستم میکنیم. و این روند دائم داره تکرار میشه تا زمانی که من و شما انسان ایرانی متوجه بشیم که این مشکلات در ذهن ما جا افتاده و عادی شده و بدیهی شده و حساسیت‌های ما رو از بین برده. ما امروز تبدیل شدیم به یک ملتی که گویی تمام تیزی‌های شکل ذهنش رو ازش گرفتن و سابیدن و خرد شده، بنابراین با هیچ موضوعی تیز، مستقیم، با صراحت، با شفافیت و رادیکال عمل نمی کنیم. همه چیز جا داره برای اینکه پذیرفته بشه.
قیمت ها بالا رفت، خب حالا سعی میکنیم یه جوری کمتر بخریم. اونجا حقمونو خوردن، خب حالا سعی میکنیم از یه جای دیگه ببینیم یه چیزی میتونیم به دست بیاریم. ای یکی از عزیزانمونو گرفتن اعدام کردن، عجب پدر سوخته، یه سری فحش و لعنت میدیم ولی خب فردا باید بریم سر کار دوباره زندگی و بدبختی و مشکلاتش. همینجوری هر بلایی که به سرمون میاد یک راهی باهاش پیدا میکنیم که کنار بیاییم. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در درون خودمون داریم، اون چیزی که در ذهن ما جا انداختن این هستش که آقا کنار بیا. راه کنار اومدن با مشکلات و بدبختی و بیچارگی و فقر و ستم و اهانت و تحقیر رو به ما یاد دادن، نه راه مقابله کردن باهاشون. راه اینکه چجوری همه اینا هست اما تو هم زندگیتو بکن. همه اینا داره بر سرت میاد ولی خب مسئله ای نیست، ادامه بده، یه جوری برو سر کار، یه پولی به دست بیار، این مبله رو عوض بکن، بچه ها رو بفرست دانشگاه، عروس بکن دخترتو، پسرتو براش زن بگیر. سرمون به این چیزا گرمه و احساس هم میکنیم که داریم زندگی میکنیم. و فراموش نکنید اینها امور بدیهی زندگیه، رفتن به سر کلاس و درس خوندن و دختر شوهر دادن و جهیزیه تهیه کردن، اینا امور به اصطلاح کاملا عادی و طبیعی زندگیه. اما کی؟ زمانی که شما در یک جامعه عادی دارید زندگی میکنید. وقتی دارید در جامعه زندگی میکنید که از صبح تا شب یک درصد کوچکی اون بالا نشستن برای اینکه هر چه دارید غارت بکنن، اهم از ثروت های زیرزمینیتون و نفت و معادن و منابع طبیعی و کشاورزی و محیط زیست و آثار تاریخی و آثار فرهنگی و فرهنگ و ادب و ادبیات و تاریخ و ناموس و شرافت، هر چی که دارید ازتون میخوام بگیرن. خود در این شرایط، در این شرایطی که اگر ادامه پیدا بکنه نه از سرزمین ایران، نه از محیط زیست ایران، نه از آثار تاریخیش، نه از ثروت‌های زیرزمینیش، نه از بزرگی ایران، نه از افتخار ایران، نه از رفاه و آسایش شهروند ایرانی چیزی بر جای نخواهد موند، در یک چنین جامعه‌ای آیا باز هم همه چیز عادی است که من فقط سرم به این گرم باشه که برم واسه خودم معلم بشم، استاد بشم، کارخونه دار بشم، بازاری بشم، زندگی کنم، خانواده تشکیل بدم، نمیدونم بچه دار بشیم و غیره و ذالک و اینها؟ امر طبیعی در بستر طبیعی طبیعی جلوه میکنه. ولی اون چیزی که من شما میخواییم به عنوان امر طبیعی بهش نگاه بکنیم، وقتی که بستر و چارچوب 100% غیر طبیعیه یا بسیار غیر طبیعیه، دیگه نمیتونه طبیعی تلقی بشه، عادی تلقی بشه. و اون چیزی که در ذهن ماست و اون چیزی که در ذهن ما جا انداختن، فراموش نکنید کی پدر مادرمون. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون هم اینجوری زندگی کردن، برای اینکه خودشون هم با تمام ظلم و بدبختی و ستم ها کنار اومدن و الان به نسل جوان یاد میدن که همین کارو بکنه، که 32 سال بعد از جمهوری اسلامی باز 32 سال دیگه جمهوری اسلامی بتونه ادامه پیدا بکنه. روش های کنار اومدن با ذلت، خفت، خاری، ظلم، ستم، اینا رو همه رو به ما یاد میدن، بدون اینکه بدونن دارن یاد میدن، چون خودشون هم این کار رو کردن، چون فکر میکنن زندگی اینه، چشمم چشمی اینه. و به این ترتیب برگردم به بحث اصلی، به این ترتیب میبینیم که اسارت ما در واقع امر و در درجه اول در درون ماست. یعنی میلیون ها نفر که پاشون رو زنجیر نکردن که، ولی چرا مثل زندانی ها و زنجیری ها خودشون میرن سر کار و میان و به این سیستم، به این رژیم خدمت میکنن که بتونه دووم پیدا بکنه، قوی تر بشه و ظلم و ستمشو باز بیشتر بکنه؟ چرا جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده بعد از 32 سال قارت و چپاول و اینها تازه بیاد تر حزب یارانه ها رو انجام بده و یه فشار سنگین مالی دیگر هم بندازه به دوش مردم؟ خب خاطر اینکه مردم در این مسیر حرکت میکنن، برای اینکه میبینه مشکلی نداره برای پیاده کردن طرحهای ضد مردمی این گونه. حالا آیندهش رو خواهیم دید، اما همونقدر که جرأت کردن بیان چنین کار رو بکنن، معلومه که روی انفعال مردم حساب میکنن،
روی ضعف مردم حساب میکنن، روی بیتفاوتی مردم، از هم جدا بودنشون، ترسو بودنشون، ناامید بودنشون، روی ضعف‌های جامعه حساب میکنن، نه روی قدرت خودشون فقط. و این ضعف‌ها هموطنان عزیز ریشه در درون ما داره، ریشه در ذهنیت ما داره، ریشه در شخصیت ما داره. و تا زمانی که ما با این ضعف‌ها کنار میاییم و تا زمانی که نمیتونیم در بیابیم که چه چیزی در درون ما، در ناخودآگاه ما هستش که ما رو به یک چنین تسلیمی واداشته، خب این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید یک فردی که یک ویروسی وارد بدنش شده و داره از درون بهش آسیب میزنه، تا زمانی که آگاه نشه نسبت به وجود این ویروس، یک، و دوم تا زمانی که مبارزه نکنه و اون ویروس رو از بین نبره، خب بهبود حاصل نمیکنه. اون ویروس کار خودشو میکنه. دستگاه ذهنی آدم هم همینه. در ذهن ما هم پر از ویروس های خطرناکی هستش که به ما میگه تنبلی خوبه، حقبازی خوبه، دروغگویی خوبه، تملق خوبه، چاپلوسی کردن، یه چیزی به دست آوردن، هر جوری شده گلیم خود رو از آب بیرون کشیدن، تو سر دیگران زدن برای اینکه حقشون رو بگیری، رشوه گرفتن، این چیزها رو هی به ما میگه که خوبه و ما رو هول میده به سمت که این کارها رو بکنیم، این چیزها رو بپذیریم. من نمیخوام تعمیم بدم در مورد همه ایرانیان و در همه موارد قضاوت این که چقدر این صحبت در مورد چه بخشی از جامعه صحت داره یا نداره، اینو من به خودتون واگذار میکنم. اما حاصلش و نتیجهش رو داریم میبینیم. وقتی به خودشون اجازه میدن در سال 88 بیان مردم رو در خیابان به گلوله ببندن، جوانها رو قتل عام بکنن و بعد میبینن که جامعه نسبت به این امر بیتفاوته و اکثریت نمیان اعتراض نمیکنن، میگن خب پس میتونیم بکشیم، میتونیم سرکوب بکنیم، میتونیم جوانهای معترض رو بگیریم ببریم تو کهریزک تجاوز بکنیم بهشون، چرا نکنیم؟ مگه خطری برای ما وجود داره؟ مگه مقاومتی وجود داره که بترسیم یا نگران باشیم؟ اینجوری به خودشون میگن. و این طرف تصور بکنید اگر من و شما ایرانی این رو میپذیریم، به دلیل این هستش که در ذهن ما، در روح ما، در روحیه ما چیزهایی داره کار میکنه که ما رو دعوت میکنه به پذیرش با این وضعیت، که به ما اجازه نمیده که آنگونه که باید و شاید با واقعیت‌ها برخورد بکنیم، که به ما اجازه نمیده رفتار رو داشته باشیم که این رفتار شایسته نام انسان باشه، شایسته مقام انسان باشه. ما نزول پیدا کردیم، ما کاهش پیدا کردیم به درجه‌ای که حاضریم بر پایمال شدن حرمت انسانی خودمون، حقوق شهروندی خودمون چشم ببندیم و فقط زنده باشیم. حالا این مطلب رو من بارها و بارها خواهم گفت و بازش هم خواهم کرد که ما زندگی و زنده بودن رو قاطی کردیم. یعنی زنده بودن رو به جای زندگی گرفت. فکر میکنیم که چون زنده ایم، چون نفس میکشیم، چون هنوز ما رو اعدام نکردن، چون هنوز به خاطر آلودگی هوا نمردیم، پس داریم زندگی میکنیم دیگه. و این توهم رو در ذهنمون دامن میزنیم که داریم زندگی میکنیم. این بحث در مورد بندهای درون ذهن و اسارتهایی که برای خودمون به وجود آوردیم، بحثی است طولانی که من در برنامه بعد هم به اون خواهم پرداخت. تشکر میکنم، تا برنامه بعد.